سلام و احترام دارم خدمت بزرگواره عزیزم خاطب تلویزیون سنتی آرمان. با یه قسمت دیگه از مجموع برنامه آرمانگرام با شما هستیم. امروز یه بزرگواری خدمتشون رسیدیم، میتونیم بگیم فعال فرهنگی، نویسنده و فعال رسانه‌ای جوان کشورم که در حال حاضر مدیر شبکه کودکان و جوان هم هستن. جام سرشار ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم. یه بسم الله و سلام علیکی داشته باشین تا انشالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و انشالله وقتی که برای دیدن این برنامه میگذارند و وقتی که شما میگذارید و میشنوید مفید باشه و پرثمر انشالله. جام سرشار، برای مخاطبا، حالا چه کودکان و جوان چه خانواده هاشون که درگیر هستن، شاید خیلی جذاب باشه که بدونن مدیر شبکه کودکان و جوان ما چه شخصیتی هستن و کیان و چیکار بودن و چیکار هستن و اینها. خود آقای سرشار اگه بخواد خودش رو معرفی بکنه خیلی کوتاه و مختصر چی میگه؟ انشاءالله که عبدالله. انشاءالله، حالا انقدر مختصر ندیگه. یعنی مثلا زندگی نامو یه مختصر کوچیکی اگر بگین ما از زبون خودتون برام شیرین تر. بنده متولد سال 1360 هستم، در شهر شیراز به دنیا آمدم ولی از چند ماهگی در واقع در تهران بزرگ شدم. تا الان تحصیلاتم در دبیرستان در ریاضی فیزیک بود، بعد تغییر رشته دادم به علوم انسانی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی حقوق جزا از دانشگاه امام صادق گرفتم و دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی از علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد. در کنار در واقع تحصیل، خب به داستان نویسی و بعدتر فیلمنامه نویسی و روزنامه نگاری و غیره هم مشغول بودم. اولین کتابم در 19 سالگی منتشر شد، ترجمه‌ای بود برای کودکان و بعد از اون در واقع به روزنامه نگاری پرداختم. با هفته نامه حریم همکاری میکردم و صفحه فرهنگ و هنر این هفته نامه رو به عهده داشتم تا در دوره آقای خاتمی در واقع نشریه بسته شد، تعطیل شد و ما بیکار شدیم. چرا؟ یک صفحه طنزی داشت که این مرحوم نمازی این صفحه رو مینوشت. ایشون شروع کرد از حروف الفبا هر روز در واقع شعارهای انتخاباتی یک کاندیدا رو مینوشت. الف ب پ ت س جیم چ ه، به خ که رسید چون رئیس جمهور آقای خاتمی بود برخورد به ایشون و در واقع این نشریه رو تعطیل کرد. چه سالی بود این داستان؟ 1381. بعد از اون من در روزنامه کیهان مشغول به کار شدم، در صفحه ادبیات و هنر اونها فعالیتی رو داشتم. بعد به روزنامه جوان اومدم، اونجا هم در واقع یک زمینه فرهنگی رو منتشر می‌کردم، 8 صفحه بود در هفته و بعد صفحات ادبی اونجا رو هم به عهده بنده گذاشتن. بعد وارد کارهای اجرایی فرهنگی شدم. ابتدا خب در مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه کتاب و نشر رو به عهده داشتم. بعد در سازمان فرهنگی هنری شهرداری عضو شورای کتاب و نشر بودم. بعد به واسطه این آشنایی بنده دعوت شدم و مسئولیت فرهنگسرای دانشجو یا شفق در سال 1385 اگر اشتباه نکنم اردیبهشت 85 به عهده بنده گذاشته شد. بعد از فرهنگسرای دانشجو به کانون اندیشه جوان رفتم. بعد از در واقع کانون اندیشه جوان، چون دیگه دوره دکتری رو پذیرفته شده بودم، از اونجا استعفا دادم و حوزه پژوهشی رو ورود پیدا کردم. یک سالی رو در پژوهشکده مطالعات فرهنگ اجتماعی وزارت علوم بودم. دیگه یه مقدار فشار درس ها که کمتر شد و آزمون جامعه دکتری رو که بنده دادم و مطمئن شدم که دیگه در واقع به تدوین رساله باید مشغول بشم، دوباره وارد عرصه اجرایی شدم. حوزه هنری استان تهران و بعد حوزه هنری کودک و نوجوان و بعد هم که دیگه در واقع شبکه کودک و نوجوان از اردیبهشت 94.
آقای سرشار، چرا حوزه کودکان و جوان؟ یعنی شما چرا زوم کردین روی این نقطه؟ اینم باز یه مثلا تقدیری بوده، یه سری چیزا کنار هم چیده شده، یا نه شما خودتون گفتین که من باید برم توی این حوزه کار کنم؟ من یه دوره تصمیم گرفته بودم کار اجرایی رو کنار بگذارم. در سال 1390 به بعد من تصمیم گرفتم کار اجرایی کنار بگذارم، بیشتر وقتمو بگذارم در حوزه مباحث نظری فرهنگی، حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و داستان نویسی و فیلمنامه نویسی. خب اشتغالم به تحصیل در دوره دکتری و مربیگریم در پژوهشکده متعدد فرهنگ اجتماعی هم کمک میکرد به این فضا. سفری برای بنده پیش اومد و به خاطر در واقع رساله دکتریم من به نمایشگاه کتاب فرانکفورت رفتم. اونجا اتفاقی که افتاد این بود که من دیدم اسلامگرایی موجش خیلی شدیده در اروپا و اون کشورهایی رو که بنده مشاهده کردم، ولی اسمی از ایران نیست و این خیلی برای من احساس خطر بود. یعنی دیدم که جریان‌های دیگری این موج علاقه جوانان اروپایی رو به اسلام در دست گرفتن که ممکنه اسلام درستابی هم نباشه، اسلام ناب قطعا نبود و اسلام انقلابی که ایران پرچمدارش هست به حاشیه رفته به خاطر دلارهای سعودی که داره خرج میشه و کاری که خود غرب داره در جهت انحراف این مسیر انجام میده. لذا به تهران که برگشتم در واقع با اینکه قبلا پیشنهاد حوزه هنری رو رد کرده بودم بهشون گفتم من آمادم که بیام به کمک شما، و اینجا در واقع در این حرکتی که شروع شده بود در حوزه هنری کاری رو انجام بده. 4 تا کار به عهده بنده گذاشته شد. جلوتر که رفتیم من متوجه شدم که نمیشه هر 4 جبهه رو با هم دیگه جلو برد و بار بسیار سنگینیه. امکانات و منابعیم که در اختیارم گذاشته شده کفاف هر 4 حوزه رو نمیده. لذا از مدیران حوزه هنری خواستم که فقط 1 مسئولیت رو ما به عهده بگیریم، اونم عرصه کودک و نوجوان بود، به خاطر کار پایه‌ای که میشد انجام داد و خلای اساسی تری که وجود داشت به نسبت بقیه عرصه ها. یعنی در واقع بین 4 گزینه این انتخاب بود که این شکل بگیره. و بعد آروم آروم که بیشتر توش فعالیت کردیم من دیدم که چه دریای عمیقیه و متاسفانه چقدر ازش غفلت شده. و خب در واقع با پیشنهاد بعدی که بنده شد بنده اجازه گرفتم که بیام اینجا و کار رو ادامه بدم در شبکه کودک و نوجوان، که اون مجموعه 3 سال فعالیت ما در حوزه هنری کودک و نوجوان در واقع اینجا به ما خیلی کمک کرد و ما رو جلو انداخت توی کار. و خب حالا حدود 1 سال و در واقع 2-3 ماه هست که اینجا داریم فعالیت رو ادامه میدیم. آقای سرشار، حالا قطعا پیگیری میکنین اخبار رو دیگه، ما شاید یکی از خبرهای جنجالی ماه گذشته رسانه ها با تیتر میتینگ دهه 80 ها و اینا بهش پرداختن. حالا حضرت عالی هم فعال فضای مجازی هستین و خیلی تو شبکه ها فعال هستین، هم تو حوزه نوجوان و اینها دارین کار میکنین، شاید بتونین تحلیل خوبی به ما بدین از این بحث که دهه 80 ها حالا به قول معروف چه موجوداتی هن، چه تیپی هن، چجوری فکر میکنن، دغدغه هاشون چیه، چه فرقی با قبلی ها دارن، رابطهشون با خانواده چیه، رابطهشون این، چون مثلا این خبرها که اومد بیرون که آقا مثلا تو تهران فلان جا اتفاق افتاد، تو تلگرام هماهنگ شد فلان شد، تو مشهد فلان اتفاق افتاد، یه دفعه انگار همه هول شدن. یعنی اونایی که می‌خواستن تحلیل بکنن، اونایی که تصمیم گیر بودن، کلی جامعه شناس اومد دربارش حرف زد. و شاید از یه زاویه بخوایم بهش نگاه بکنیم، حالا شما شاید اولویت بندیاتون دقیق‌تر باشه در مورد مسئله‌هایی که داره به بحران تبدیل میشه در مورد حالا نونهالان و جوونا، ولی از یه زاویه بخوایم نگاه بکنیم، این تلاقی این سن این تیپ به قولی رفیقای ما با اتفاقایی که داره در عرصه رسانه و رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی میفته شاید یه مسئله خیلی بزرگ باشه که خیلی هم بهش نگاه نمیشه. آقا نوجوانای ما آیا هویتشون داره تو رسانه اجتماعی ها شکل میگیره یا نه، حالا یه اوقات فراغتی فقط داره، فقط وقت داره طرف میشه، یا نه قضیه خیلی عمیق‌تره، یعنی شبکه اجتماعی منبع هویت ساز شده برای اینها. حالا ما مثلا بعضی مثلا بحث میکنن
آسیب‌های رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی رو بعضن میتونن تقلیل بدن به اینکه حالا مثلا بحث‌های غیر اخلاقی و اینا توش نباشه دیگه بحثی توش نیست، یا اینکه چه میدونم یه سری آسیبا داره، چه میدونم الان مثلا همین دیسوس پریروز حمله کردن مثلا به صفحه دختر اوباما، پریروز حمله کردن به صفحه فلان سلبریتی مثلا خارجی، ایناشو حل کنیم دیگه حل مسئله نیست، یا نه خیلی داستان عمیقه داره هویت شکل میگیره داره اتفاقای ریشه‌ای میفته. شما که هم رسانه اجتماعی رو خوب میشناسین، خودتون توش اکتیو هستین، فعال هستین، هم حوزه کودکان و جوان دارین کار میکنین، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی دهه 80 های ما، حالا حتی دیگه میتونیم در مورد دهه 90 هم صحبت بکنیم، این دعوای اینها با رسانه اجتماعی داره چه اتفاقی برای این رقم میزن؟ دهه 60 چقدر از جامعه ما درگیر دفاع مقدس بود؟ خیلی دیگه طبیعتا. چقدر از جمعیت؟ جمعیت کم، یعنی یه قسمتی درگیر جنگ بودن با خانواده هاشون. شاید مثلا اگه جمعیت ما اون موقع بودن مثلا 30-40 میلیون بوده، شاید 20% یا حتی کمتر. یعنی عددی که دارن میگن حدود 1 میلیون نفر درگیر جنگ بدون خانواده، با خانواده 5-6 میلیون نفر. همون موقع بچه های ما که از جبهه جنگ برمیگشتن توی تاکسی بهشون تیکه مینداختن، توی مهمونی ها مسخرشون میکردن، تا شلوغ میشد یه عده فرار میکردن از تهران میرفتن به خاطر بمباران و غیره. انقلاب اسلامی همیشه بر دوش 90% جامعه یه دفعه نبوده. یک، افرادی اومدن جور کل جامعه رو به دوش کشیدن و با فداکاری خودشون در واقع حرکتی رو شکل دادن. ما در همون سالهایی که انقلاب تازه پیروز شده، راهپیمایی زنان سیاه‌پوش رو داریم علیه حجاب. بعد از پیروزی انقلاب، اسفند 57، نه خیلی 59، در سال 59 این راهپیمایی میکنن، نه 57. ما 59 تازه حجاب اجباری میشه، یعنی 1.5 سال از انقلاب گذشته. ما یه سخنرانی حضرت امام دارن خطاب به دولت که میگن اگه سربرگا رو درست نکنید و حجاب رو درست نکنید، غیره به مردم میگم دوباره تو خیابون بریزن انقلاب کنن. رهبر جمهوری اسلامی دارن اینو میفهمه. عرضم این هست که بار مدیریت جامعه و پیش بردن چرخهای جامعه لزوماً به دوش اکثریت نیست. شما به اروپا و آمریکا و بقیه جهان مراجعه کنین، اون تصویری که از نوجوان اینها توی فیلم ها و سریالش میبینی، اونایی نیستن که دارن بار جامعه رو به دوش میکشند. اون بچه های اهل کتاب خونه و مطالعه و آزمایشگاه و تحقیق و پژوهش، اونایی نیستن که توی سریال ها و فیلم هاشون ما داریم میبینیم که خوشگذرانی دارن میکنن، تفریحات ناسالم دارن و غیره. برعکس، شما وقتی که اون طیف مدیر جامعه رو میبینید، خیلیشون آدمای سالمی هن. یعنی حتی ممکنه که لب به مشروبات الکلی نزنه، روابط باز جنسی رو نپذیره و غیره و غیره. باشد. چون اگه شخصیت شاکل رو نشته باشه، نمیتونه کاری رو انجام بده. لذا اوباشیگری رو در فضای مجازی، ولنگاری رو در فضای فرهنگی و غیره نباید ما رو از این بترسونه که اون قشری که قرار بود مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن، اینا هم دارن دچار مشکل میشن. یعنی جمع شدن یه تعدادی عضو یک کانال تلگرامی در یک پاساژ، این لزوما به این معنی نیستش که نوجوانهای مثلا انقلابی دیگر وجود ندارد و اینها نماینده نسل نوجوان ما هستند. اگر این رو حواسمون باشه، اون موقع میدونیم که کجا باید بیشتر نگران بشیم، کجا باید کمتر نگران بشیم. این نگرانی رو نداریم. درست. دهه 80 که اونجا جمع شدن سنشون چقدر بود؟ مثلا 13-14 سال، 17-18 سال که ده 80 نیستن، 10-12 سال و تا حدود 14-15 سال میمیدن. اینا چجوری دوره هم جمع شدن؟ از طریق تلگرام. پس باید یک گوشی هوشمندی میداشتن که توش تلگرام نصب میشده که دوره هم جمع میشدن. چند درصد از خانواده های متدین ما به نوجوانانشون اجازه میدن که گوشی هوشمند داشته باشن که بعد روش تلگرام نصب بشه که اینو بتونن عضو هر کانالی باشن و با هم قرار بگذارن؟
من بحث شما رو متوجه میشم، ولی خب من میگم این اصلا یه بحث دیگه است. یعنی آقای سرشار میگه که خیالتون راحت، ما یه سری آدم اهل کتاب، اهل مطالعه، بچه حزب‌اللهی، بچه انقلابی داریم که دارن تربیت میشن. اما خب خودتونم گفتین شاید یه اکثریتی باشه این قشره، این تیپ نوجوانه. من میگم ما خیالمون از اون راحت هست، تربیت اینا واسه ما مهم نیست، اینکه اینا مثلا چجوری فکر میکنن واسه ما مهم نیست، دغدغه هاشون چیه. حالا واسه ما که عرض میکنم نوعی دیگه، یعنی اون کسی که مدیر فرهنگیه، اون کسی که مدیر رسانه‌ای واسه این قشر تیپ آدمه، عرضم اینه که بالاخره این یه زنگ خطریه دیگه، باید یه تصمیم گیری بشه، یه فکری بشه که این داره جاهای بدجوری شاید برسه. یعنی این که بحث شما متینه، جوانای انقلابیمون ما خیالمون راحت ازشون، حالا اون حالت خیالمون خیلی نباید راحت باشه، ولی یه بحث دیگری است. من میگم همین جمعیته، اصلا من نمیخوام این کشور رو مدیریت کنه، ولی تربیتش که واسه ما مهم باشه. بله باید برای ما مهم باشه، ولی خب بعدش چی؟ بعدش اینکه حداقل واسه ما مهمه دیگه، میریم دغدغه‌هاشو میشناسیم، نیازاشو میشناسیم، حالا جواباش چی هست، اون وقت میاد تو تصمیمات ما، میاد تو تصمیم گیری های ما. شخصیت ما و توانمندی های روحی ما قوی تر بوده یا پیامبر و حضرت علی؟ طبیعتا پیامبر. اونا تونستن همه جامعهشون رو هدایت کنن؟ تلاش که کردن. نه تونستن یا نه، داریم راجع به نتیجه صحبت میکنیم. تونستن حکومتشون رو کامل کنن؟ خب طبیعتا نه دیگه. تمام شد. میفرماید که وقتی هدایت میخواد صورت بگیره، یکی بحث تکلیف ماست، یکی بحث نتیجه است. ما مکلفیم که این علم هدایت رو بلند کنیم. بلند کردنش هم باید به رفتار ما باشه. احادیثی وجود داره، حالا الان فرصت چیست من رو بهش صحبت کنم. این تکلیف شخصی ماست. اما اینکه آیا کل جامعه از طریق این اقدامات ما هدایت شدن یا نشدند، این دیگه واقعا به عهده ما نیست. این برمیگرده به سنت‌های الهی. یک، هدایت دست خداوند. حتی خداوند به پیامبرش میفرماید که خیلی حرص نخور، نه خودت رو به سختی نینداز. اونایی که ما بخوایم هدایت میکنیم که نخواهیم گمراه خواهند شد. دو، خودشون باید انتخاب کنن. با زور تازیانه و قل و زنجیر و غیره نمیشه کسی رو درست کرد، که اگه بود زمان پیامبر درست میشدن. طرف خیشاوندی با پیامبر داره و عاقبت به شر شد. پدر زن پیامبر بود، اون یکی پسر عمه پیامبر بود، اون یکی فلان نسبت با پیامبر داشت، یعنی نفس به نفس پیامبر اینها بودن و بعد دچار مشکل شدن. پیامبر تکلیفشون رو انجام دادن، ولی نتیجه لزوما دستان ما نیست. من میگم این الان پیش فرض گرفتن این نتیجه شاید باعث بشه ما تکلیفمون رو انجام ندیم در مقابل این. میگیم آقا ما اصلا بله همه هدایت ممکنه نشن، بعد در نتیجه میگیم خب اینا که هدایت نمیشن، پس ما دیگه واسه اینا چیکار بکنیم؟ از این نظر میگم. ببین مثلا بعضن خب اینم حکم شرعیش که مشخصه. شما الان وقتی میرید سراغ کسی که میدونید اگر به این تذکر بدید که فلان کار درست رو انجام بده یا فلان کار نادرست رو انجام نده گوش نمیده، تکلیف شرعیتون چیه؟ ما الان داریم در مورد یه نوجوان 12 ساله صحبت میکنیم که هنوز جلعیه، هنوز شکل نگرفته، میتونه یه دفعه مسیر شوز بشه. نوجوان 12 ساله گفته جلعیه؟ یعنی دیگه الان تو هر وضعیتی هست ما دیگه خیالم راحت باشه که تو همون وضعیت خواهر ما. 3 تا 6 سالگی شخصیت افراد شکل گرفته، 12 سالگی که دیگه تمومه، بار تکلیف داره رو دوشش میاد. یعنی خداوند میگه تو از این به بعد دیگه باید انتخاب کنی و من تو رو عقاب میکنم مثل یه آدم 70 ساله. نمازشو باید به سن تکلیف رسیده بچه 12 ساله. پسرش حالا نرسیده. پسرش هم رسیده، بلوغ جسمی پیدا میکنه. خب حالا این میتونه منطقه بس درسته. حالا شما سنش رو خیلی برید عقبتر، یعنی شما میگین که این اتفاق مثلا چند نظراتی شخصیت شکل گرفته، یعنی نوجوان رو شما دادی جوان در نظر بگیرید. این اصلا شک درش نکنین، 12 سال به بالا چه دختر و چه پسر، این کسیه که بار تکلیف الهی رو دوششه. در احکام شرعی ما هر فعلی رو که انجام بده عین یه آدم 70 80 ساله باش برخورد میشه. قتل بخواد انجام بده، دزدی کرده باشه و غیره، فرقی نمیکنه بین اینها. کاری به آموزهای غربی الان ندارم که ما رو توی شرایط دیگری قرار داده، ولی سن تکلیف چه جسمی باشه
چه از نظر سن به این بازه رسیده باشه دیگه کفایت میکنه، این مکلفه، این آدم بزرگ داره باش برخورد میشه. حالا یه همچین آدمی اگر که شما ببینید که اثرگذار نیستید برش، تکلیفی هم ندارید، امر معروف نهی از منکر، شرط اولش شناخت معروف و منکره و اینکه شما ازش در واقع خودتون نفرت داشته باشید یا علاقه داشته باشید به منکر و معروف، شرط دومش احتمال تأثیره. تموم شد. یعنی خداوند که کسی رو بیشتر از قدرت خودش مکلف نمی‌کنه که وقتی رو کسی اثر نمیذاره دیگه چیکار می‌خواید بکنید شما وقتی مطمئنید که اون آدم اثر نمیذاره؟ حالا من نمی‌خوام این نتیجه رو بگیرم، ولی این نتیجه رو بگیرم که اون نوجوان 12 ساله‌ای که تو تلگرام هماهنگ کرده رفته سینما کوروش جمع شدن با رفیقاشون مثلا چه میدونم تفریحات خودشونو کردن، این اگه همسایه منه من دیگه ناامید بشم ازش؟ اگر نه نمیگیم نه، اینا که شما دارید میگید نه همه اماره است، اونجا باید احتمال اقلایی بدید که اتفاق میفته. مثلا کس که میبینید که ایشون داره رزق غیر حلال میخوره، مال دزدی داره مصرف میکنه، این آدم نماز شب هم که بخونه بعدن امام حسین میکشه. سخنرانی که امام حسین دارن روز عاشورا چرا اثر نمیذاره؟ خودشون میفهمن شما چون شکمهاتون از مال حرام پر شده. خب این آدم روش نمیشه اثر گذاشت. تنها راهی که داره اینه که اول اصلا باید منشأ مالش رو درست کنیم، یعنی یه کاری کنیم که مال حرام دیگه به این داده نشه، از مال حلال تغذیه بکنه تا بوشش تازه باز بشه. یه عده دیگه دچار عناد شدن، شما هر حرفی هم که براشون بزنید اینها سمت شما نمیان، یعنی حتی اگر بهش شیرینی هم بدی احساس میکنه که بغضی پشتش وجود داره. این هم روش دیگری داره، مؤلفت قلوبه هم میشن اینها، بعد به روشی تألیف قلب انجام بشه، قلباشون رو به سمت خودمون بیاریم، بعد بهشون محبت کرد به شیوه هایی که میشه براشون انجام داد و غیره. ولی کسی که شما میبینید اینا بسته است راهش، یعنی این طرف داره مال حرام میخوره، دنبال پیگیری و اصلاح وضع موجودش هم نیست. خب اینو شما هر کاری هم بکنید، عرض میکنم دیگه شما دیگه نافذتر از کلام امام حسین علیه السلام که نداریم، که دیگه نمیتونیم اثر بگذاریمش، کارش نمیشه کرد. درسته، بسیار خوب. اینجا نکته مهمی که اتفاق میفته اد اهم و فد اهم. ببینید در مدیریت میگن مدیریت علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده. شما در روز حد اکثر بتونید 10-12 ساعت کار مفید انجام بدید. خب من 10-12 ساعت که میخوام کار مفید انجام بدم، کجا این کار انجام بدم که اثر بخشی بیشتری داشته باشه؟ اینجا طبیعتا شما باید بگردید گوشهای شنواتر رو پیدا بکنید. یعنی اگر بضاعت عملیاتی بچه های حزب اللهی محدوده، ابتدا سنگر رو حفظ کنن، چرا هم میخوان برن بیرون عملیات کنن، ما مطمئن بشین که بین خودمون ریزش نداریم. اگه این جبهه هسته شک گرفت، اون موقع رویشان بهش اضافه میشه. ما یه عده‌ای هستیم که پشت به پشت هم ایستادیم، داریم دفاع میکنیم، مقاومت فرهنگی شک گرفته بین ما، دشمن نمیتونه بین ما نفوذ کنه. اولویت اینه که اینو تقویت کنیم، اینو اول راه بندازیم. ما الان اینمون کامل نیست، توانمون هم که محدوده. الان بخوایم بریم سراغ اون کسی که مثلا توی اون پاساج جمع شده و با اون شرایط و احتمالاً هم داره از مال حرام تغذیه میکنه، 20 سال دیگه برامون جواب میده. فعلا امروز دریاب که این بعد از ظهر دوچار مشکل میشه، بچه متدینیه، مال حلال هم داره میخوره، شبهه‌ای وارد ذهنش شده، این شبهه رو باید زودتر جواب بدیم، این هسته هر موقع شک بدیم تو مقاومت فرهنگی. درسته. آقای سرشار، حالا ما میتونیم شما رو تو این حوزه به عنوان یه مدیری که مسئولیت داشته، حالا حداقل شبکه کودک حدود یک سال، به قولی مطالبه گرایانه هم واسه صحبت بکنیم دیگه. یه مدیر جوان حزب اللهی به نام آقای محمد سرشار که مدیر شبکه کودک شدن، چه اتفاقی تو این شبکه افتاد تو این یک سال؟ یعنی حالا این بحثا که نظریه پردازی و اینها میتونیم بهش بگیم، اما تو عمل تو حوزه اجرا آقای سرشار تو یک سال چیکار کردن تو شبکه کودک؟ اینو از خانواده های بپرسید که تا پیش از این شبکه پویا سابق رو حذف کرده بودن از گیرنده های دیجیتالشون و الان بازش کردن. برای یعنی
تحولش رو میشه احساس کرد. از خانواده ها بپرس. بسیار عالی. یه بحثی که حالا من اتفاقا برای این جلسه یه چند به قولی چند تا از این خانواده هایی که از همکارامون مثلا فرزند کوچیکی داشتن و اینا باشون صحبت میکردم واقعا درگیر بودن، یعنی خود باباه به خاطر بچهش درگیر مثلا کارتون ها شده بود، درگیر مثلا برنامه ها شده بود، یعنی اون بحثه بود، یعنی این که شما فرمودین حداقل تو این چند مورد که من صحبت کردم اتفاق افتاده بود، ولی بعضا یه سری نقدا و گیرایی هم هست دیگه رو مثلا انیمیشن های خارجی و اینها، که حالا نمیدونم سیستم مثلا انتخاب و خرید و اینها به چه صورته، ولی قطعا شما دیگه تو این حوزه قطعا الان باید شما رو استاد در نظر بگیریم که تأثیر رو ناخودآگاه ذهن کودکان و تأثیر رو چه میدونم سبک زندگیشون و اینا چقدر وسواس هست الان تو انتخاب انیمیشن های خارجی، چون من دیدم که مثلا یه درصدی هم مشخصه دیگه، مثلا شبکه پویا 80-20 انیمیشن اگر اشتباه نکنم که از اون 80% 50%ش خارجیه، تو انتخاب این خارجی ها چقدر وسواس و چقدر تیزبینی هست؟ باز مثلا کم و بیش اخبار میاد بیرون یا تحلیل هایی مطرح میشه، مثلا پارسال فکر کنم یه گزارشی که از سایت ها زد که آقا مثلا فلان انیمیشن چه میدونم بحث مثلا ازدواج همجنس ها و از این بحث ها داره توش مطرح میشه، تصویرش داره واسه بچه ها پخش میشه، اینا تاثیر داره رو اینها، یعنی تو این حوزه میخوام ببینم توی حال حداقل تو این یک ساله این وسواس چقدر بوده، چقدر دقیق بوده و کجا کارت دستتون در رفته. به طور خاص راجع به حوزه انیمیشن های خارجی که فرمودید، من اگه میتونم الان یه گزارش تفصیلی به شما بدم که گزارش هم میدم خدمتون که چی کار داریم میکنیم، ولی یه پاسخ اجمالی میدم خدمتون، اونم این هستش که آیا خانواده هایی که مخاطب ما هستن در شبکه کودک و نوجوان احساس میکنن که این شبکه به یک در واقع رکود رسیده در بهبودش یا بهبود ادامه داره، احساس میکنن که روز به روز داره این شبکه بهتر میشه، یا احساس میکنن نه یه مدتی دیگه موند اتفاق جدیدی درش نیفتاد؟ اگه احساس میکنن که بهبود ادامه داره، پس مطمئن باشن که این پزشکانی که بالا سر این بیمار نشستند دارن این کارو میکنن، همه بیماری ها رو تشخیص دادند ولی برای درمانش نوبت به نوبت دارن جلو میرن. طبیعتاً یک اتفاقی که 10-20 سال پیش بعد شکل میگرفته و شکل نگرفته در یکی دو سال نمیشه درمان کرد، ولی بدونن که در مسیر درمانش این بیمار قرار گرفته و نشانه هاش هم دارن میبینند. اگر موسیقی های نامناسبی پخش میشد، اگر بدآموزی های تصویری وجود داشت، میبینن که اینا روز به روز داره کمتر میشه، از اون طرف جنبه ایجابی شبکه داره در واقع تقویت میشه. این پاسخ کوتاه بنده، اما پاسخ تفصیلی. ما شبکه‌ای که تحویل گرفتیم 25% برنامه هاش ایرانی بود، 75%ش خارجی بود. اون موقع که فقط انیمیشن بود، هم موقع که انیمیشن بود، و از این 75% بیشترش آمریکایی بود، مخصوصا حوزه فیلم های سینمایی. ما دو تا کار انجام دادیم. کار اول این بودش که برنامه های ساخت ایران رو به 50% رسوندیم، یعنی دو برابر کردیم، و از اون طرف برنامه های غیر ایرانی رو نصف کردیم. 50% آنتن شد ساخت ایران، 50% شد برنامه های وارداتی. کار دومی که انجام دادیم که الان برای اولین بار بنده دارم عرض میکنم این بود که سهم برنامه های آمریکایی رسوندیم به حدود 25%، چون این برنامه ها داره پمپاژ میکنه سبک زندگی آنگلو ساکسون ها رو. این کار دومیه که الان البته وقتی اعلام بشه داد قرض‌زده ها در میاد، ولی تأثیراتش رو به شکل در واقع زیرپوستی و آرام آرام نشون میده. اینکه شما بقیه فرهنگ ها رو توی این نسل که انشاءالله در آینده مسئولیت کشور رو به عهده میگیرن میبینید، فقط آمریکایی‌ها ذهن اینا رو شکل ندادند و بقیه فرهنگ ها رو میبینن که اینها هم دارن قوت هایی دارن، ضعف هایی دارن و کار داره جلو. چیا سهمشون زیاد شده؟ کشورهای اسلامی که دارن تولید میکنن، کشورهای شرقی که دارن تولید میکنن، اینا رو سهم انیمیشنشون رو ما بیشتر کردیم و همینطور اروپای شرقی، روسیه و غیره، در مقابل آمریکا، کانادا و انگلیس که اینا تولیدات اصلی رو تشکیل میداده.
اینا چیزایی نیستش که امروز و فردا شما اثرش رو ببینید. 5 سال 10 سال بعد خودشو نشون میده توی نسل هایی که وجود داره. این هم در واقع اقدام دوم بوده. اقدام سومی که ما انجام دادیم در حوزه در واقع ویرایش زبانی، تربیتی و تصویری این آثار بوده. ما حتی میتونم ادعا بکنم که تونستیم از برخی از این سلاح‌ها علیه خودشون استفاده کنیم با تسخیر محتوایی که انجام دادیم در این آثار. مثال بزنم خدمتون، احتمالا قصه لباس پادشاه رو شما شنیدید. یه کلاهبرداری بزرگ داره شکل میگیره، همه جامعه رو دارن فریب میدن، یه بچه پیدا میشه میگه پادشاه لخته. شما همین کار تو حوزه هنری و فرهنگی هم میتونید انجام بدید. یعنی خیلی وقتا نیاز نیست شما پادشاه باشید، کافیه فقط داد بزنید که پادشاه لخته. یه کلاهبرداری بزرگ رو میتونید جلوش رو بگیرید. محتواهایی که دشمن داره به ما برای علیه ما در واقع داره تولید میکنه، یک وحی منزل نیست که نشه کاریش کرد. خیلی حال میشه مصادره به مطلوب کرد. ما یکی از فیلم هایی که اخیراً پخش کردیم، یکی از فیلم هایی بودش که در نوک پیکان عملیات فرهنگی و جنگ نرم فرهنگی دشمن وجود داشت، فیلم زوتوپیا. این فیلم ساخته دیزنی هست، هزینه زیادی شده، پرفروش هم بوده. این پخش شد تو شبکه کودکی؟ بله. فیلم پیامش چیه؟ داره ایالات متحده آمریکا رو به عنوان یک آرمان شهر تبلیغ میکنه. آرمان شهری که شما هر کسی که باشید اینجا میتونید رویاهای خودتون رو محقق کنید، علی‌رغم مشکلاتی که وجود داره. ترکیب زو، باغ وحش و اتوپیا، آرمان شهر. که آرمان شهریه که حیوانات توش انجام میدن. پس فیلم رو اگر که شما فیلم اصلی رو ببینید، یک فیلم تبلیغاتی آمریکاییه. ما این فیلم رو با نام شهر حیوانات پخش کردیم. چه دستی توش بردیم؟ به جای اینکه این یک آرمان شهر باشه، یک جنگله که قانه جنگل برش حکم فرماست. چه اتفاقی افتاد که این پیام رسید؟ ببینید کار رو، یعنی سختی هایی که تو اون اثر قهرمان داره میبینه تا برسه به آرمان شهرش، در اثر ما قهرمان داره میبینه و از این فشاری که داره بهش میاد داره مچاله میشه. حالا ما نیدم، یعنی باید جفتش رو ببینیم کنار هم بعد مقایسه کنیم. ولی مثلا همون قلعه حیوانات یا اردوگاه حیوانات، همون که گفتم یه حاشیه‌ای واسش ایجاد شد، اونجا هم خب مثلا گفتن که آقا این سکانس ازدواج دو تا همجنسه توی فضای شبیه کلیسا، یکی میاد یه کتاب باز میکنه، اینا میخونن، بعد خوشحالی میکنن، قلب میاد دورشون فلان، اینو ما همه داره کودک ما میبینه. بعد به قولی اطلاعیه که صدا سیما داد، حالا نمیم شاید شما خودتون تنظیم کرده بودی، یه همچین بحثی بود که آقا ما اصلا اینو کردیم پیمان دوستی، نه اینا برادرن، اینا اصلا اطلاعی صدا سیما این نبود، این توش بود دیگه، یعنی نه. اینا دوتا داداشن، من خوندم اطلاعیه رو، اینا دوتا برادرن، شما اگه قصه رو میدیدید متوجه میشدید که اینا برادرن. خب میگم از این نه. تیپی یه ما تهمتی زده شد البته به دوره قبلی مدیریت شبکه هم بود که تهمت بی جایی بود. حالا عرض میکنم ماجرای اون رو، اون حرف بی ربطی بود. کدوم حرف؟ این که آقا من دارم این تصویری که میبینم، اون چیزی که سایت مشرق نوشت حرف بی ربطی بود و حتی دبیر فرهنگی اون سایت از من عذرخواهی کرد که دبیر بخش در واقع اون راهبردیشون چرا همچین مطلبی رو نوشته. فرهنگیشون ننوشته؟ نه، مال فرهنگی هم نبود. مشکل ما در حوزه فرهنگ و هنر و در حوزه تربیت کسایی هست که گذری رد میشن. مثلا میاد میبینه که شما با یه پسر بچه‌ای که رو لباسش طرح یه قهرمان خارجی وجود داره و داره آدامس میجوه و موهاش هم یه مدل خاصی زده، دارید بازی میکنید، طرف داره رد میشه، میاد به شما میگه که این کیه پیداش کردی اینجا، ولش کن برو، بعدم هم میشه میره. بعد ما میمونیم با این بچه‌ای که اینو مثلا از پای ماهواره بلندش کردیم وردیمش داره تو حیاط مسجد بازی میکنه،
و دو هفته دیگه تیشرتش هم عوض میکنه، یک ماه دیگه موهاش هم درست میکنه. مشکل آدمای گذری هن. اون بیانی هم که شما فهمید مشکل آدمای گذری بود. هیچ یک از بینندگان شبکه پویای اون موقع اعتراض نکردن به محتوای این سریال، چون قسمت قبلیش رو دیده بودند. یه نفر که فقط اون قسمت رو دیده بود و بعد فیلم گرفت بود با موبایلش از اون صحنه و فرستاده بود برای سایت مشرق، مبنای تحلیل شده بود. ما مهمترین کاری که کردیم بود که بهشون گفتیم ما برید فیلم کاملش رو تو سایت تلویزیون ببینید، قسمت قبلش هم ببینید، ولی حوصله نکردن نگاه کنن. برعکس اون قسمت هیچ تصرفی در محتوا صورت نگرفته بود. یعنی واقعا این دوتا شخصیت دوتا برادر بودن، تو داستان اصلی هم دوتا برادر بودن که این دوتا برادر با هم دعواشون میشه، بعد تو این اردوگاه پسرونه میان اینا رو با هم دیگه آشتی میدن. حالا ما با شبکه تلک خودمون کار نداریم، اون سازنده هایی که فکر کنم آمریکایی هم بود انصافا این المان هایی که کنار هم چیده یه قصد و عرض بدی نداره. یعنی چه میدونم شبیه کلیسا همه نشستن اینا اومدن کنار هم، یه نفر اون وسط کتاب باز میکنه میخونه بعد جشن میگیرن. یعنی اونا که تو فرهنگشون هست دیگه، اونا که شاید بخوان ترویج بکنن این بحث رو. نمیشه این، یعنی بحث واسه اینجا نباید شاخکاش تیز بشه بگی که این حساسیت ما نسبت به این قبیل آموزه ها فقط در ایران وجود نداره، در بقیه دنیا هم پدر و مادرهایی هستن این مسئله تربیت حساسیت دارن، از خود خانواده های متدین مسیحی گرفته تا خانواده های متدین مسلمانی که تو اون کشورها دارن زندگی میکنن و با این مسائل مواجهن. اینها وبسایت هایی رو آماده کردند، محتواها رو بررسی میکنن، پدر و مادرها این اطلاعات رو با هم به اشتراک میگذارن که بتونن جلوی اینها رو بگیرن. من تا اون خبر سایت مشرق رو خوندم اول اصلا رفتم اینا رو دیدم، دیدم که هیچ کسی راجع به این سریال ننوشته که تم همجنس بازی داره یا نشانهای همجنس بازی درش وجود داره. پس خیالم راحت شدش که درسته که تو بعضی از کارهای دیزنی داره همجنس بازی ترویج میشه، ولی استثنا تو یه دونه کار و این صحنه همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی ایراد درستیه، ولی مصداقش این یه دونه نبود، چون تیمای بازبینی انصافا تو این چیزا مراقبت میکنن و حواسشون هست که این اتفاق نیفته، ولی واقعا تو این اثر به نظر من این اتفاق نمیافتاد. یعنی دغدغه به جایی بود ولی در جای نادرستی ابراز شد، و وقتی شما یه کلام مناسب و جای نامناسب میگید جایگاه کلام رو کاهش میدید، اعتبار گوینده پایین میاد. ما در شبکه کودک و نوجوان به جای دو نفر بازبین غیر مرتبطی که قبلا وجود داشتن، در دو و گاهی وقتا در سه ساعت در واقع کارها رو ارزیابی و بازبینی و نظارت انجام میدیم. برای این مراقبت میکنیم که مبادا این خطاها روی آنتن بره. علت این که خانواده دارن به ما اعتماد میکنن همین ماجراست و داریم روز به روزم بهتر میشیم. این حساسیت ها هم از همین جنسه دیگه، یعنی قطعا این مسئله مشخصه که به قولی تیمی که الان هست گروهی داره کار میکنه این حساسیت رو داره و اون دغدغه هم در همین راستاست. من متاسفانه به طور خاص راجع به سرویس راهبردی سایت مشرق این احساس رو نکردم، چون اصلاحات راهبردی که توی شهر بسیار. من تقریبا محور آخرم هم بگم، یه انیمیشن خیلی جذاب و دوست داشتنی ما دیدیم تو این ایام اخیر، به چرخ تا به چرخیم، که من تو پلاس شما 2392 بود، نمیدونم کی بود نوشته بودین، قصهش اون موقع خونده بودم، همون موقع برای خودم خیلی جذاب بود، واقعا خیلی شبیه سازی قشنگ بود، ولی خب دیگه اومد انیمیشن شد و اومد و همه دیدن و خیلی هم سر و صدا کرد و اینا. اولا اینکه این انیمیشن همون قصه بود یا به روزش کردین، یعنی برجامی که شکل گرفت و یه ذره اطلاعات واقعیتون بیشتر شد از فضای هسته‌ای تو انیمیشن تاثیر گذاشت؟ یعنی متن اولیه به روز شد بعد از شکل گیری برجام اتفاقات، یا نه دقیقا همون؟ نه متن که همون متنه، چون ببینید اتفاقات که بعد برجام افتاد هر آدم عاقلی نگاه میکرد پیش‌بینی میکرد. همونطور که از اتفاق زوال تمام من خوشبین نیستم. حالا بعضی بزرگواران در واقع خیال خام داشتند، فکر میکردن نه این دفعه دیگه مثلا استکبار جهانی روی کردش عوض شده، استثنان با اینها مهربان شده.
ولی خب از روز اول مشخص بود که ما با اینا به توافق نمیرسیم، مگر اینکه یا ما کوتاه بیایم یا اونها، و اونام که کوتاه نیومدن پس ما باید کوتاه میمدیم. دو تا چهار تای خیلی ساده ای. اون قصه هم بر اساس همون نوشته شد. تفاوتی که داره به نسبت نسخه داستانیش در واقع تقویت پوسته یا لایه داستانی مناسب سن کودکه. یعنی قصهش رو بنده کامل کردم توی فیلم نامه. الان بچه های 9-10 ساله که میبینن متوجه میشن که یه داستان ضد ظلمه، یه آدمای بدی اومدن به اینا دارن ظلم میکنن، اینا دارن مقاومت میکنن و جلوشون میستن و موفق میشن چون با هم دیگه هستن و حرفای پدر بزرگشون رو گوش میدن. حالا اتفاقا همینا واسه من سوال بود، این انیمیشنه حالا واقعا مخاطبش کودک و جوانه یا نه واسه آدم بزرگای سیاسی داره کار میکنه؟ چون مثلا تیکه هایی که توش میندازه، چه میدونم، هم باید چرخ فرفرهای شما به چرخ، هم چرخ زندگی ما به چرخ. خب اینو که اون بچه‌ای که متوجه نمیشه چی داری میگی، یا حالا دیالوگای دیگه اینطوری، واقعا مخاطبش بچه‌هان یا نه اصلا شما یه کار سیاسی می‌خوای بکنی، اصلا این آدم بزرگا رو می‌خوای با انیمیشن یه چیزی بهشون بگی؟ این قالب قالب پرسابقه ایه. ما قبل از این داخل کشور مثلا کار جز داستان‌های رمزی اینها حساب میشن. مثلا کار ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی یه لایه داستانی داره، یه ماهی می‌خواد یه مسیر رو بره، یه پیوست سیاسی بزرگسالانه هم داره. یا مثلا مزرعه حیوانات مال جورج اورول یک لایه داستانی داره، یه پیوست بزرگسالانه هم پشت سرش هست. این آثار هم همین جوریه. یعنی هر مخاطبی به تناسب اطلاعات فرامتنی که داره لذت بیشتری از اون داستان میبره. یعنی قطعاً آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای روحانی این داستان ها میخوندن خیلی بیشتر از من و شما هم لذت میبردن ازش، چون دیگه کل اطلاعات کاملی داشتن راجع به این ماجرا. بچه های ما هم در سطح خودشون از این خوششون میبرن، اون بحث ضد ظلم و ایناشو میگیرن. یعنی یک چندین پیام درش نهفته شده، هر کسی به تناسب در واقع فهم خودش یه عمقی رو از این درک میکنه و لذت میبره. یکی از دلایل فراگیریش این بود. نکته دومش استفاده از ساختار آثار عامه پسند بود. من اینجا تلاش نکردم یک اثر خاص پسند و نخبه گرا تولید بشه. اقتضائاتی داره تولید آثار عامه پسند که من اینها رو رعایت کرده بودم توی متن و خب در واقع اون انیمیشن هم بهش کمک کرد که بهتر دیده بشه. اینا دست به دست هم داد. یه نکته جالب برای خودم، عمو محمود و عمو حسن و دایی محمد بود. دایی محمد، محمد چرا دایی بود؟ خدا آقای خاتمی باید بپرسید. ایشون میگه از خالق اثر باید بپرسید. به خاطر رفتارهاش بود. خب چیه این داییه؟ من متوجه نمیشم. چرا؟ مشخصه دیگه. شما در یک خانواده پدر بزرگی وجود داره، پسرانی داره و یک برادر عروس هم داره. آها، پدر بزرگ از اون سمت. آها، بسیار عالی. بعد یه حالا شاید تخریب بشه بخوام اسمش رو بذارم، نمیدونم، شاید تعریف بوده، گفتن یه رپورتاج برای عمو محموده. یعنی گفتن رپورتاج تبلیغاتی صدا و سیما برای عمو محمود. تیم آقای احمدی‌نژاد به من اعتراض خیلی شدیدی کردن برای این انیمیشن، به خاطر این کار. چرا؟ یک، گفتن شخصیت عصبی از ایشون ترسیم شده، میره داد و بیداد میکنه. دو، اینکه چرا مردم همراهی کردن با عمو حسن موقعی که گفت چرخ من باید به چرخ و چه و چه، اون تیکش بود. و سه، این که مثلا کل واقعیت‌ها رو شما نگفتید و غیره. بیشتر باید تعریف می‌کردید. طبیعتاً هر کسی که ذی‌نفع باشه دوست داره اثر رو به سمت خودش بکشه. من قرار نبودش اینجا یک در واقع رپورتاج آگهی برای یکی از این جریان‌ها تولید کنم. متعهد بودیم ما به انقلاب اسلامی و اصول انقلاب. طبیعتاً هر کدوم از این چهره‌هام تا یه قسمتی همراهی می‌کردن و یه قسمتی همراهی نکرده بودند با مسیر اصلی انقلاب توی این زمینه. خب تا اون حدی که همراهی که اونجا خودشون نشون میده. مثلا جالب بود طرفداران آقای خاتمی اعتراض جدی داشتن که چرا آقای خاتمی مثلا این فرفره ها رو، اون دایی محمد چرا فرفره ها رو میذاره اونجا؟ خب میگفتم که خب کاش نمیذاشت اونجا. من اینو نمیتونم درستش کنم. مشکل رفتار بیرونی ایشون بوده که توی رمزیش هر کی که نگاه میکنه میگه ای کار بدی بود. حالا اون موقع ما داغ بودیم،
اطلاعات کاملی نداشتیم، کسی اون موقع اعتراض نکرد، ولی الان که نگاه میکنیم و زمان یه مقدار خودتون هم خوشتون نمیاد که حتی طرف دارشید، این کار زشتیه. بله و ببینید خود شما هم که دارید تصویرش رو میبینید این کار بدی بود. ولی مثلا جالبیش این بود که بعد از همه اتفاقا همه همچنان یه خانواده بودن، همه رفتن تو مزرعه، خود دایی محمد بود و یعنی اینجوری نبود که یکی انگار ما میخواییم این حذف شده و این حرفا. خب این علتش این بود که ببینید پیام اصلی اثر پرونده هسته‌ای نبود. پرونده هسته‌ای بهانه‌ای بود برای دو تا بحث، یکی وحدت و دوم اقتصاد مقاومتی. که ما اگر کنار هم باشیم و دست به دست هم دیگه بدیم میتونیم مشکلات رو حل بکنیم و مقاومت رو جلو ببریم. فیدبک های سیاسی از جنس همون حالا گفتین اطرافیان احمدی نژاد دیگه چی داشتی؟ مثلا آقای آشنا که یه بله. نکته جالبی گفتن. دیگه کیا مثلا از سیاسیون؟ توی توییتر میتونید ببینید پیاده نظام جریان سبز توی فضای مجازی خیلی علیهش فعالیت کردن. برای من یکی نکات جالبی که بود جزئیاتی بود که مردم دیده بودند. من توی نسخه اولیه فیلم نام عمو سام استفاده کرده بودم، بعد که بازنویسی شد آقای سام. توی یکی از دیالوگا من از دستم در رفته بود، گفتیم عمو سام، یادم رفته شد عمو سام، مثلا دیدم یه نفر ایراد گرفته بود. یا مثلا یه عده اومده بودن این صحنه‌های دور زدن تحریم‌ها رو ربط دادن که چرا بابک زنجانی درش وجود داره. آره آره اینو من دیدم، یه چیز اینجوری داشت. برای من خیلی شیرین بود این تیکه ها و این دقت مخاطب در واقع توی جزئیات. حالا بعضیش عمومی‌تر بود و مثلا همین دایی محمد و غیره که خب اکثریت متوجه شدن، ولی بعضی جزئیات من خودم هم متوجه نشده بودم، یعنی میگفتم ای آره اینجا رو ما اشتباه کردیم. حالا گفتین پیشبینی قابل پیشبینی بوده، قصه حالا هسته ایمون هم انتهاش مثل همین انیمیشن خواهد بود یا نه؟ یعنی سری بعد از اون داستان تلفن زدن ها و مذاکره کردن ها سری جمع شد مسئله و دوباره برگشتن و یعنی خود بچه ها کار کردن. ما دیگه بعد از حالا بسته شدن آب و اینا به نتیجه رسیدیم دیگه، الان ما به نتیجه خواهیم رسید. ارزمین فیلم رو کامل تو ذهنتون نیست؟ بعد از اینکه اون در واقع موافقت نامه بینشون منعقد میشه، خب اینا میرن میسازن دیگه بچه‌ها، اینها وارد اجرا شدند. یه صحنه تلخ ما اونجا داریم، صحنه تلخ اجرای برجام که داره دستاوردها شکسته میشه، خراب میشه و دستاوردهای قدیمی تر رو دارن برمیگردونن و حالا دیگه ملت راضی نیست، چون میگه من خیلی جلوتر رفتم، چرا آخرین دستاوردهای من رو در واقع به هم نمیدید؟ اینجا تصمیمی که میگیره مسیر جداگانه ایه. این به نظرم نکته مهمی بود توی کار، یعنی دیگه اصلا مسیر گفتگو با اون آقای سام و غیره رو ادامه نمیده، میگه من خودم باید رو پای خودم بایستم و اون قدرت درونزا رو داشته باشم که با اون ساخت چرخ چاه و غیره در واقع رمزش گذاشته شده. درست، بسیار عالی. آقای سرش سوال آخرم دیگه، خیلی وقت شما رو گرفتیم. مخاطب برنامه ما جوان‌ها و به قولی حالا شاید نوجوان‌های انقلابی و حزب الله هستن که حالا یه گریزهایی صحبت‌های در موردشون کردیم. حضرت آقا خیلی تو صحبت‌هاشون هست که آینده نظام با اینهاست، امید من به اینهاست، کارها باید بیفته دست اینها و و و عقلشون از بزرگترها بیشتر میرسه و تعریف‌های عجیب و غریب دیگه‌ای که ما می‌شنویم، حالا عجیب و غریب از این نظر که خیلی بار مسئولیت رو زیاد می‌کنه. اولا این تعریف ها تعریف واقعیت یا داره تکلیف رو مشخص میکنه، داره یه باری رو دوشه این بچه ها میگذاره؟ و دوما این که واکنش این بچه ها باید چجوری باشه، باید چی کار بکنن؟ حالا مشخصا شما تو حوزه رسانه فعالیت دارید، یه جوان انقلابی امروزی که دغدغه انقلاب رو داره تو حوزه رسانه اگه تکلیفی از دستش برمیاد چه کار میتونه بکنه؟ مسیر موفقیت کجاست؟ ما میگم آقای سرشار یه جوان مؤمن موفقه و داره تو این حوزه با دغدغه کار میکنه، مخاطبای برنامه ما برای اینکه دینشون رو ادا بکنن هم نسبت به تکلیفایی که آقا میگذاره هم نسبت به اون دغدغه‌ای که خودشون دارن چیکار باید بکنن، چه مسیری رو باید برن؟ سوال خیلی بازه ولی نه جواب دادن بهش خیلی سخته، به خاطر اینکه بعد برید سراغ آدمهایی که تهذیب نفس انجام دادند و
به این شایستگی رسیدن که همچین توصیه هایی رو باید بتونن بکنن. ما حد اکثر تجربه های ناقص شخصیمون رو داریم میگیم بر اساس در واقع اون نواقص وجودی که داریم. اینا لزوما درست نیست. یعنی من الان توی این سن حدود 35 سال که دارم نکته رو عرض میکنم، تجربه ها مفید میتونه باشه، ممکنه 5 سال آینده بفهمم که اشتباه کردم. درست. اینو لذا بعد از کسایی که مسیر رفتن پرسید یا به یک ثبات شخصیت رسیدن، ما باید هر روز نگران باشیم که عاقبت به خیر بشیم و بتونیم تو این مسیر انقلاب بمونیم. از این زاویه که جوانتریم و با اینها مانوس‌تریم، نزدیک‌تریم، شاید تجربه ها خیلی بتونه کمک بکنه. چند تا چیز به نظرم مؤثر این تو اینجا، یکیش اینه که ما خدمت شما عرض کنم این ظرف وجودیمون رو از دانش باید پر کنیم. این خیلی مهمه. این دانش که عرض میکنم لزوما چیزی که در دانشگاه تدریس میشه نیست و نگاه آینده پژوهانه بسیار مهم میشه. ما بیشتر روش‌های پژوهشی که یاد گرفتیم روش‌های پژوهشی ناظر به گذشته یا حاله، یعنی حداکثر گزارش از وضعیت فعلی به ما میده، در حالی که ما باید تغییرات آینده رو پیش بینی کنیم که باید بتونیم تغییرش بدیم و بسازیمش به نفع چیزی که می‌خوایم. پس یکی اینکه باید سوادمون رو بیشتر کنیم تو هر زمینه که می‌خوایم فعالیت کنیم. سوادمون هم با نگاه به آینده که در آینده چه اتفاقی میفته، 2 سال آینده چی میشه، 5 سال آینده چه میشه و غیر. کار دومی که باید انجام بدیم تسلط بر ابزار هاست، به تناسب محیطی که میخواییم عملیات کنیم. یکی از ابزارها ابزار زبان هست. ما زبان اون باید خوب باشه، باید یاد بگیریم که با بقیه ملت ها بتونیم صحبت کنیم، ارتباطه ایجاد بشه. زبان فارسی متاسفانه زبانی است که تعداد گویشورانش در جهان کمه، 100 و چند میلیون نفره. باید حتما زبانهایی مثل انگلیسی، عربی و چینی و غیره رو یاد بگیریم. اینا زبانهایی که تعداد گویشورانش رو دنیا خیلی زیاد. یا اگر میخواییم حوزه آمریکای لاتین و غیره کار کنیم، اسپانیولی و غیره رو یاد بگیریم. ابزارهای قسمتش نرم افزارها و در واقع گجت ها و وسایلی که تولید میشه است باید یاد بگیریم با اینا کار کنیم. دوربین جدیدی اگر اومده، ضبط صوت جدیدی اگر اومده، ابزار تولید محتوا، بله، اینا هم باید مسلط باشیم. من خودم به شخصه به تناسب سن خودم تا حدودی بلدم با فتوشاپ کار کنم، با پریمیر کار بکنم، ورد و پاورپوینت و غیره رو مسلط باشم، HTML تا حدودی بلدم. حالا اون دوره‌ای که در واقع مهارت هایی که ما اون موقع نیاز داشتیم و اینا به من خیلی کمک کرده. من یه دوره تو کانفرنگ مسجدمون که بودیم نقد فیلم برگزار میکردیم، فیلم خودمون میگرفتیم، ادیتش میکردیم، نسخه قابل پخش آماده میشد، پوسترش رو طراحی میکردیم، خودمونم نصب میکردیم، بعد به عنوان منتقد هم میرفتیم روسته. یعنی اینجوری شروع کردیم کار کردن. این تکاوری فرهنگی به نظرم نیاز هست. یعنی آدم نباید تک بودی باشه بگه فقط من این رو بلدم و بلدم. ابزارهای مختلف. پس نکته اول اون ظرف دانش، نکته دوم تسلط بر این ابزار هاست. نکته سوم که البته بنده خودم تو این هم ضعیفم، تعاملات در عالم واقع. ما متاسفانه بیشتر بچهای متدنی که دیدم فکر میکنن از پشت تلفن همراه و پشت کامپیوتر میشه تغییر اجتماعی ایجاد کرد، در حالی که ارتباط چهره به چهره بسیار مهمه. این ممکنه در قالب گعده ها باشه، هیئات باشه، تشکیل جلسات، شوره ها و غیره باشه. ما باید همدیگر رو ببینیم. این حسی که ارتباط چهره به چهره و رو در رو منتقل میکنه در فضای مجازی منتقل نمیشه و این برتری ما هست به نسبت جبهه مهاجم که حضور فیزیکی اینجا ندارند. ما میتونیم بریم به مخاطبانمون سر بزنیم، بهش دست بدیم، باهاش روبوسی کنیم، دستی سر روش بکشیم، بریم باهاش، ولی دشمن فعلا نمیتونه این کارو انجام بده. ما باید این مزیتمون رو حفظ کنیم. پس نکته سوم تعاملات رو در رو و چهره به چهره است. من الان میبینم مثلا دم انتخابات میشه، فتنه شده، الان لازم من توی خیابون باشم که این عابر پیاده که میخواد به اینا ملحق بشه رو توجیه کنم نره سراغ اینها،
طرف نشسته داره تایپ میکنه مثلا پشت تلفن همراهش، حالا تا این بیاد بله من باش حرف بزنم، باید با این صحبت کنم تا بتونه توجیه بشه و نره اون سمت. اینم نباید باعث تنبلی ما بشه. استفاده از فضای مجازی، فضای عالم واقع رو نباید به نظرم از دست بدیم. نکته چهارم زبان هنره. ببینید عالی ترین شیوه انتقال پیام هنر هست و ما الان از این قوی تر چیزی رو نداریم. صورتش در دورهای مختلف عوض شده، الان صورتش اپلیکیشن ها و بازی هاست. قبل‌تر سریال ها و سینما بود، قبل‌تر رمان بود، قبل‌تر شعر بود، ولی هنر تا کلام صریح، مناظره ها، مجادله ها، مباحثه هایی که میخواد یک پیامی رو منتقل بکنه، این ابزار، این زبان رو هم ما باید بلد باشیم. یعنی اگر نتوانیم به زبان هنر صحبت بکنیم، به دلایلی که توی بحث قدرت نرم راجبش باید صحبت کنیم، مقاومت مخاطب بیشتر میشه، پیام ما بهش منتقل نمیشه. اینم باید استفاده کنیم. این الان چهار تا نکته ای که به ذهن بنده میرسه. یه سری هم نکات شخصیه. یکیش در واقع برنامه‌ریزی توی زمانه. وقتمون رو نباید تلف بکنیم. دومیش پشتکاره. این متاسفانه هر چقدر نسل و جلوتر میره بیشتر میشه. یعنی من به پدرم که نگاه میکنم هیچ وقت نمیتونم مثل ایشون کار کنم. پسرم به من که نگاه میکنه میگه تو چقدر داری کار میکنی، و این خب خیلی و این خودش خیلی خطرناکه. پشتکار خیلی مهمه، مخصوصا توی کارهای فرهنگی. یه دفعه این سنگ برای اینکه سوراخ بشه شما باید 5 سال آب قطره قطره بچکه تا این اتفاق بیفته. زودتر نمیشه این کار انجام داد و ما باید پشتکارمون رو توی این زمینه داشته باشیم. سومین چیز تو حوزه اخلاق شخصی، دیدن نیمه پر لیوان و مثبت اندیشیه. ببینید دغدغه مداری و درد داشتن جای خودش، هرس خوردن و سر جای خودش، ولی ما باید از اتفاقات خوب خوشحال بشیم. اونا رو هم ببینیم. حتی شما اگر به صفحات بنده توی شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، یکی از سردمداران دیدن نیمه پر لیوانم. یعنی اگر کار ضعیف میبینم بین بچهای حزب اللهی، شخصی ممکنه باشون دعوا هم بکنم، ولی تا یک کار خوب میبینم سریع مطلب میذارم. اه من مستند جهان شهریار رو دیدم، نمیدونم آقای شهاب اسفندیاری کیه، ولی این کارش خیلی کار قشنگی بود، خدا قوت هر کی که هستی. فلان کتاب خوب رو دیدم، خیلی جذاب بود. این پست من با بچهای مشهد رفاقتی پیدا کردم سر اینکه یه بار داشتم حرم میرفتم، دیدم یه کار قشنگ با لا اله الا الله رو دیوار زدن. لا اله الا الله حسنی. خیلی عشق. اینو عکس گرفتم، این کار قشنگ بود، بعد من گفتن فلانی اینو مثلا تولید کرده. این تو اون روحیه خیلی اثر داره. بله. از اون طرف دیدن نیمه خالی لیوان باعث میشه آروم آروم اشخاص بدبین میشن و بعد ناامید میشن و بعد میبرن، ریزش پیدا میشه. من آدم های اینجوری خیلی زیاد دیدم تو این عمر نسبتا کوتاه، که هی رفته سراغ زخم ها، رفته سراغ اشکالات، قوت ها رو ندیده، ضعف ها رو فقط دیده، بعد آروم آروم بریده، الان میبینم ول کرده. یعنی بعضیشون مثلا با مسیر انقلاب جدا شدن سر همین ماجرا. تو اخلاق شخصی اینم پس مهمه. خانوادم خیلی مهمه. یعنی ما معمولا، خود من هم دچار این آفت هستم متاسفانه، درگیر کار میشیم، نسل بعدی خودمون یادمون میره که تو خونه خودمون دارن زندگی میکنن. شما فرزندتون دختره یا پسره؟ من 3 فرزند دارم. سه تا فرزند دارین؟ آره، 2 پسر و 1 دختر. ماشاءالله، خدا حفظشون. این نسل هم مهمه. اینا جز کسایی هستن که اولویت دارن تو مخاطب بهشون سر زدن و باهاشون سر کله زدن. شما خودتون اینجا گفتین، من یه جمع نمیخوام راجع به خودم صحبت ولش کنم. حضرت آقا این پسرهایی که دارن یکی از یکی بهتر، یعنی آدم به اینا نگاه میکنه حظ میبره. تا بقیه بزرگانی که شما میرین الان خود فرزندشون مسئله شدن برای جمهوری اسلامی، یا دارن مثل خود زبیر دارن اصلا مسیر بابا را جدا میکنه، عاقبت به شرش میکنه از انقلاب. این پس نکته مهمیه. ما تو زندگی شخصیمون اینو باید خیلی مراقبت کنیم. همسرمون، حالا چه دختریم چه پسر، شوهرمون یا زنمون،
و فرزندانمون. اینا اولین کسانی که ما نسبت بهشون مسئولیت داریم. خیلی آدما بودن که خانومشون یا شوهرشون دچار مشکل شده، بعد نفر بعدی هم برده. من توی خواستگاری اولین جلسه به همسرم عرض گفت از من چی میخوای؟ گفتم میخوام شما مثل همسر زهیر ابن قین باشی. اگر سرگذشت ایشون رو خونده باشی، زهیر جز طرفدارای عثمان بوده، مسیرش مسیر نادرستی بوده، تو مسیر کربلا همسرش باعث میشه دیگه. بله، این گفتم من اگه تو اون روزی که به زنگاه زندگی ماست این تشره رو بتونی به من بزنی، همه چیزی که من از زندگی میخوام همینه. طرف میشه جز شهدای کربلا، با اینکه اصلا شیعه ام شد حساب نمیشده چون عثمانی بوده دیگه. اینجا از اون ورش هم هست، یعنی طرف میبینید مثلا شیعه تنوری و ولایی و چی حساب میشه، همسرش برمیگرده، فرزندانش برمیگردن، آروم آروم اینم برمیگرده. خیلی زیاد داشتیم. من ستونهای آقای نوریزاده که تو کیهان میخوندم هضم میکردم، فرزندانش عوض شدن، خود اینم عوض شد و بعد ببین الان به کجا رسیده، آدم دلش میسوزه. من سال 88 براش ایمیل میفرستادم، چون به خاطر دوستی پدر ما با ایشون افطارا منزلشون میرفتیم، بچه هاشون میرفتم، با پسرش رفاقت داشتم و غیره. براش ایمیل فرستادم، اول گفتم شاید مهاری که میشناسه نصیحتش بکنیم تأثیر داشته باشه، ولی خب متاسفانه نشد، این اتفاق نیفت. یعنی بعضی از این چهره ها به خاطر مال حرامی که قاطی زندگیشون شد، پروژه هایی رو اجرا کردن که واقعا اینقدر هزینش نبود و این پول قاطی زندگیشون شد و بعد غذای روزمرهشون شد و فرزندانشون که عوض شدند، اینو دست به دست هم داد. ببینید یه دفعه یکی از نیروهای نظام رفت اون و جزء ریزش هاش. اینا خب جزء حساسیت‌هاست دیگه. یعنی ما تو زندگی شخصی ما اینا رو مراقبت نکنیم، توی 20 سالگی خیلی راحته تا 30 سالگی. شما یه دفعه برسی به 60 سالگی استوانه نظامی رو چپ میکنی، یعنی دیگه اون دوران دیگه خیلی سخته این تصمیم رو گرفتن. بعد از همین اول خشت اوله رو ما مراقب خیلی باشیم. خیلی استفاده کردیم، از شما درد نکنیم. خسته نباشیم.